به دنبال قیام سراسری مردم ایران، باندهای درونی رژیم راه حل‌های متفاوتی برای مقابله با قیام ارائه می‌کنند. از راه حل باند به اصطلاح اصولگرایان سنتی تا راه حل حکمرانی نو تا راه حل اصلاحاتی‌های نظام. اما سوال اینجاست که آیا واقعاً راهی برای بقای این نظام وجود داره؟ همراه میشیم با آقای محمد حیاتی در استودیو. آقای حیاتی، به شما سلام میکنم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. ابتدا میخواستم به این موضوع بپردازیم. همونطور که الان اشاره هم کردیم، آیا تهدید سرنگونی همچنان برای رژیم وجود داره یا نه؟ چون میدونیم که قیام 1401 تمام سراپای این رژیم رو لرزوند و بسیاری از اونها نگرانی از سرنگونی رو جلوی چششون دیدند. با سلام خدمت شما و خدمت تمامی بینندگان عزیز، برایشون آرزوی موفقیت میکنم انشاءالله و میرسیم به اون روزی که باید برسیم و اون رهایی ملت ایرانه. اما ببینید، در جواب شما بعد اینو گفت، پایه و مایه و علت اصلی این زلزله‌ای که در درون رژیم ریخته و این تهدید میکنه رژیم اون چی هست؟ اگر دعواهای درونی خودشونه، علت تو خودشونه، خب مسئله دیگه است. ولی اگر ریشه در بیرون و در قیام ظفرنمون ملت ایران هست، خب این دیگه تا قیام هست، تا سیلی های کانون های شورشی بر بناگوش خمینی روز به روز بیشتر میشه، طبیعی این تهدید از بین نمیره که تشدید میشه و اینها بیشتر به جون هم میفتند. پس علتش اینه و این تهدید وجود خواهد داشت. حالا میخوام بهتون بگم، حتی اینها، این باندها چنان وحشت کردن از سرنگونی که بل اجبار به جان هم افتادند. حالا اینکه بل اجبار به جان هم میفتند چه نتیجه داره؟ همدیگر رو افشا میکنن، اختلاس های هم افشا میکنن. اون یکی میاد رئیس مجلس افشا میکنه، اون یکی دیگر افشا میکنه و این اتفاقا افشاگری هاشون این کمک میکنه به مردم که این باروت خشم هرچی قابل شعله برتر بشه و انفجار بیشتر ایجاد بکنه. یعنی میخوام بگم این درگیری حتی این تاثیر منفی رو هم روی علیه خودشون داره. حتی میخوام بگم که این درگیری ها بین خودشون چیز نشده، ختم نشده، رسیده به کجا؟ نوک ستون خیمه نظام رو که خود خامنه‌ای است اون رو نشونه گرفتند، رو در رو اون ایستادند. به اون در همین اگر یادتون باشه، همین اخیراً اینا آمدن یه مش دانشجوی بسیجی که شناخته شده هستند به لحاظ امنیتی خیلی مهمه، آوردن جلوی خامنه‌ای برشون صحبت بکنه. چه اتفاقی افتاد؟ که همه هم نکاس دادن. یک نفر از همون جوان ها، از همون هایی که بسیجی هایی که خامنه چی هست، بلند شد حرف خامنه رو قطع کرد، بهش اعتراض کرد، چرا حرف ما رو گوش نمی کنی؟ چرا اینطوریه؟ اونقدر در مقابل خامنه ایستاد که خامنه مجبور شد بگه آقا نمیتونیم دهن به دهن بشیم که. بعد جلسه اصلا به هم ریخت، همه هو و اینا شد. یکی اومد بخواد که نظم بده، گفت تکفیر، مثل همیشه تکفیر میگن، کسی گوش نکرد و خامنه‌ای مجبور شد جلسه رو ترک کنه و سلام علیکم خارج شد. میخوام بگم که این وضع ادامه شد. از اون طرف نمونه دیگر رو میتونم بگم چگونه رأس نظام رو نشون گرفتن. یک انجمنی هست، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، بدون رو در روی خامنه‌ای ایستاده، بهش چی میگه؟ من میگم حرفای عین حرفای خودشون میگم. برگشته میگه که رو در روی خامنه ای، خطاب شخص خامنه ای، میگه مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ خامنه ای اینو گفته بود. خامنه ای گفته بود که رفراندوم نمیشه. بله. و بعدم گفته بود که این مگه مسائل مختلف کشور با رفراندوم حل میکنن؟ مخالفت کرد با رفراندوم. بله. این در مقابل این میگه مگه شما نگفتی؟ این حرف شما آشکارا با اصول مختلف راجع به جمهوریت مغایرت دارد. و بعد ادامه میده، میگه چی؟ از خامنه ای میخواد، میگه که با اعلام صریح، ازت میخوام صریح اعلام کنی
با اعلام صریح دست تصحیح دیدگاه خود نسبت به قدرت تحلیل و آگاهی مردم، مقدمات برگزاری همه پرسی درباره بعضی مسائل لاین حل جاری را فراهم کنید. تصحیح کن حرف تو. که اینم انجمن اسلامی دانشگاه میگه که خودشون مشخصن کیا هستن. کیا هستن؟ میخوام بگم که این حتی رو در روی اونه. در یک کلام میخوام بهتون بگم. تشدید میشه درگیری، تهدید بیشتر میشه، یک علت هم داره. هیچ مسئله از جامعه حل نشده. یک. نه تنها مسئله از جامعه حل نمیکنن. حتی افشای هم دیگه تاثیر رو جامعه میذاره و خشم مردم زیادتر میکنه. بهشون نگاه شما نگاه کنید، مردم در حال گرانی، در این گرانی و همین که الان شما گفتین دلار به کجا رسیده، فقر و فلاکت و فلان، 75 دستگاه خودرو به وسیله مجلسی ها میخرن میدن و مردم اینا رو نمیبینن. بنابراین میخوام بگم تا موقعی که قیام هست، کانون های شورشی هستن، وسیله مستمر بر بناگوش خامنه‌ای هست، تهدید وجود داره. حالا حیاتی الان راه حل های متفاوتی مشخصا از درون باند خامنه ای شنیده میشه برای همین نجات رژیم از سرنگونی. به طور مثال یک جناحی مثل همیشه میگن که خلاصه با تشدید سرکوب ما میتونیم کنترلمون رو داشته باشیم و ادامه بدیم. یک جناح دیگه صحبت از حکمرانی نوین میکنن. میخواستم به این موضوع بیشتر بپردازیم، کمی توضیح بدین منظور از این حکمرانی نوین که اینا مطرح میکنن چیه؟ باند خامنه ای. اجازه بدید قبل از اینکه به این حکمرانی نوین بپردازم، به همون دار دسته ای که از سرکوب صحبت میکنن ازشون باید پرسید، اگرچه گوشی شنوایی که ندارن، ولی ملت که متوجه این هست، مگه این سرکوب دردی رو از رژیم دوا کرده؟ مگه رژیم کم سرکوب کرد؟ مگه ما در این قیام های مختلف از 77 و 88 و 98 تا اینجا تا 1400 این مراحل همراه با سرکوب نبود؟ اوجش آبان 98 و 1500 کشته در خیابون ها بود که مگر رژیم با وحشیگری 1500 جوان مملکت رو به قتل نرسوند؟ علاوه بر این مگه مردم رو بی شرمانه با ویژگی ضد بشریش به قتلگاه کرونا فرستاد؟ سرکوب از این بیشتر میخواییم؟ مگه نیمد دولتش رو با بیشرمی به جون خودش خرید، تمام دوستای نزدیک خودش رو، مشاورینش رو، از قضایی و سیاسی و اینا همه رو بیرون کرد تا بتونه رئیس جلاد وارد رئیس جمهور بکنه؟ که چی؟ تا بتونه این با دولت جوان بسیجی مثل خودش بتونه کنترل کنه حکومت یک دست. آره توانست؟ اگر میتونست 1400 جوابشو داد. مردم گفتن نخه نمیتونی. نه تنها نمیتونی، قیامی میشه بسیار بسیار شدیدتر از قیام قبلی. این 1400 که خود این رژیم اعلام میکنه که تو این قیام 1401 صد هزار نفر خودشون می دستگیر کردن. حالا شما میگین که تشدید سرکوب جواب نداره، پس اون دستگاهی که میگه حکمرانی نو اون چیه پس؟ اصلا. پس ببینید، پس این مول سرکوب. نکته دیگه شما گفتین رژیم حکمرانی نوین. خب از شما سوال میکنم، ببینی قبل از تو چند سال پیش اصلاح طلبا از این بهترش رو مطرح کردن، جواب ملت چی بود؟ غیر از این بود که گفتن پایان ماجرا، اصولگرا، اصلاح طلب، پایان ماجرا تموم شد دیگه. اون موقع مردم عبور کردن از این نوع پیشنهادا، از این نوع اصلاح طلبی ها. حالا این اومده ولی مجبوره، چاره ای نداره، چون وحشت سرنگونی. میدونن اینا که در این سرنگونی اگر کشتیشون، خودشون میگن اگر این کشتی غرق بشه همه رو هم غرق میکنه. خود حکمرانی نو چی میگه که اینه؟ این چی میگه؟ میاد میگه تو دولت اولا کاری به اصل نظام نداره، خیلی کمتر از این اصلاح طلبه که قبلش صحبت کردیم. میاد چی میگه؟ میگه بیاین میخواین تقسیم مقام بکنین، موقعیت رو بدین، خانوادگی و به قول خودش قبیله ای نباشه. شما هرچی رفیق و دوست و خانواده اینا آقازاده ها رو میذارین. نه این کار نه. این تمام پیشنهادش این مثال است. میگه شایستگی و صلاحیت رو نظر بگیری. خب بگیرن. مگه اون پیشنهاد اصلاح طلبا در اون گذشته نتیجه ای داشت؟ مسئله آخه اینا نیست، مسئله قیامی سی در کف خیابون هست. مسئله
حالا یه چیز دیگه هم بگم، اینا همشون چی میخوان؟ حفظ نظام میخوان، مردم ضدشون میخوان. حالا آقای حیاتی، الان این حکمرانی نور هم شما گفتین مال باندهای درونی خامنه ای، یعنی گفتیم که راه حل باند خامنه ای برخیشون میگن بعد با تشریع سرکوب ادامه داد، برخیشون با این اصلاحاتی که الان شما از حکمرانی نو که قالیباف هم سردمدار این هست اینو پیش میبرن. حالا خود این اصلاحاتی های درون رژیم، اونا مشخصا الان با توجه به لرزه‌های سرنگونی که تو حس میکنن چه راه حل هایی رو میدن و فکر میکنین آیا آبی از این راه حل اصلاحاتی ها برای رژیم گرم بشه؟ کمی هم به این بپردازیم. بله ببینید، اولا بعد از اینکه مردم جواب اصلاح طلبی رو دادن که دیگه تمام ماجرا اینا، به خصوص بعد از اینکه خامنه اومد رئیسی رو علم کرد و اونا رو زد کنار، اینا ساکت یه مرتبه سر برآوردن. چرا؟ از چی ترسیدن؟ قیام. تمام. یعنی قیام لرزه به دار و دسته اینها انداخت، مجبورن بیان بیرون. و چی بگن؟ نه مثل گذشته، چیزای بیشتری. این بار تقاضا چی کردن؟ آقا رفراندوم. اون چی که خامنه‌ای صریحا گفت نه. گفت رفراندوم. رفراندوم قانون اساسی. چرا؟ زیرا ولایت فقیه بزنن. یعنی همچین اصلاحاتی تو این زمینه، مسئله حجاب دیگه رفتن زیرا به کل نظام، این اصلاح طلبا این بار بزنن چون چاره ای نداشتن. حالا فکر میکنین اگر این کار بکنه آبی بر رژیم گرم میشه، بقاش میمونه؟ شما بگید. یک، آیا خامنه ای لحظه ذره اجازه به اینها خواهد داد؟ تا چه رئیس رو آورد؟ یک ذره مهلت و اجازه به اینها هرگز نخواهد داد. این مال این جامعه جوشانم مانع هست، یعنی این حرف های اینا جو جوشانتر میکنه. من میخوام بگم هرگز اجازه نخواهد داد. من در پایان میخوام در این قسمت اینو بهتون بگم، اولا میان بازا دست همون رو میکنن. مثالشو براتون بزنم، تو همین مجلس همین اخیران دیروز بود مثل اینکه یه نفر از همین نمایان به اصطلاح نماینده ها شهریار علم چی چی نمیسونی نمیشته بودم، این شهریار حیدری میدیم برگشت چی گفت؟ در تضاد با رئیسی و دولت رئیسی برگشت گفتش، همون که گفتین رئیس مجلسش میخواست بگه چی؟ میخواست بگه دموکراسی چی؟ دولت نوین، حکمران نوین علیه دولت رئیسی بود. یکی بلند شد گفت آقا 95% این نماینده ها که اینجا هستن پشیمونند که رئیسی رو انتخاب کردن که بگم بیاد رئیسی. خب ببینید شما اینطوری هم دیگر افشا میکنن. خب اینها فکر میکنید که مانع میشه مسئله قیام حل میکنه؟ دردی از رژیم دوام میکنه؟ پس هرگز. یک، اولا که در این زد و خوردها فقط قیام رشد میکنه. این تلاش در ضمن بهتون بگم این پیشنهاد اصلاح طلبا و این پیشنهاد همین ناتونوری، این چیزی که گفتم قالیباف فکر میکنین دردی از مردم دوام میکنه. علتی که مردم قیام میکنن چیه؟ گرانی است که الان خودتون گفتین، علت بیکاری است که خودتون گفتین، بیش از 60% ملت فقر در فقر مطلق هستن. خب آیا این پیشنهادها که تو کردی دردی از اونها دوام میکنه؟ نه خیر، درست اونها میفهمن که تو میخواید نظام رو حفظ کنی با این کارت، نه مسئله ما رو حل کنی. پس مسئله از ملت حل نمیکنه. بنابراین این جنب و جوش ها یک کار فقط میکنه، قیام رو تشدید میکنه. حالا به عنوان سوال پایانی، اگه بله؟ یک نفر از بیرون بخواد به این نظام نگاه بکنه، به این حاکمیت خامنه ای نگاه کنه با همه باندها و دستجات که توشون وجود داره، فکر میکنید راه حلی برای بقای رژیم در درون رژیم وجود خواهد داشت؟ پاسخی وجود خواهد داشت؟ میتونن مسئله حل کنن؟ بخوایم به تمامیت رژیم نگاه کنیم، یکی بخواد ببینه که بالاخره از این رژیم راهی در میاد برای اصلاحش، برای خلاصه حل مسائل. احسن، آنچه شما گفتین در درون رژیم این حرفا پیش میاد، پیشنهادا و اصلاح طلبا و همه حرف میزنن، این ناشی از یک تهدیده. تهدید چیه؟ سرنگونی. خب بعد هم که اول در سوال اولتون گفتم ریشه این تهدید و این سرنگونی قیام ملت، اگر اینا بتونن مردم رو
مسائل مردم رو حل کنن، گرانی رو حل کنن، فشار رو حل کنن، این فشاری که بر زندان وارد میکنن حل کنن. مثلا اینه که این کار رو میخوام بکنن. بنابراین اولا این قیام ها اینا نشون داد، قیام ها از سال 97، از سال 88، 97، 98، 1400 هر چی جلوتر اومده تشدید شده. پس اینها هیچ درد دوا نمیکنه چی، بلکه بر شدت قیام ها میافزاید. این یک. دوم که خامنه هم نتونست این کار جلوشو بگیره به این دلیل. سوم که با روی کار آوردن دولت رئیسی اصلا نتونست این کار بکنه. بعد هم بنابراین نجیم میخوام بگم در درون رژیم راه حلی وجود نداره، چون خامنه یک ذره اجازه نمیده. من میخوام بگم نتیجه وقتی راه حلی وجود نداره چی میشه؟ چه راه حلی پس وجود داره در برد؟ این راه حل وجود نداره، تنها راه حل قیام است و قیام است و قیام. یعنی نفی نظام است. من یه چیزم اینجا میخواستم بهتون بگم، به این خامنه ای و رژیمش چنان در امپاس قرار گرفتن که مجبور شدن از طریق وزارت اطلاعات با شاهپرستا و بچه‌شا با هم دیگه رو هم بریزن، شاید از طریق اونا با تلویزیون هایی که دارن، رسانه هایی که دارن، با هزینه های سنگینی که میکنن، شاید بیان انحرافی در شعارها، در حرکت های قیام آفرینان ایجاد بکنن، شاید بتونن فرصت رو بکنن. و اینم که دیدیم چقدر مفتضح شد، دستشون رو شد و به نتیجه این هم نرسید. پس از این نتیجه میگیرم بله که تنها راه نه با سلطنت طلب است، نه با اصلاح طلب است، نه با میار باز است، به هیچ کدوم از اینها نیست. چون سرکوب هست، خامنه‌ای تا آخر لحظه سرکوب به هیجانشون میخواد و هیچ درد از مردم دوا نمی کنن. یک راه حل وجود داره و اون هم چی؟ راه حل قیام، قیام، قیام با حمایت حد اکثر از کانونهای شورشی شجاع و فداکار. بسیار سپاسگزارم از شما آقای محمد حیاتی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و توی این گفتگو همراه ما بودین. خیلی ممنون. درود بر شما و همه هممیهنان عزیزم با حمایتشون از کانونهای شورشی. بله سپاسگزارم.